سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله علی حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك، حافظ سرك ومبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که تنها عامل سعادت، نجات و خوشبختی ما معرفی شده، تقوایی که قرآن ناطق، امام سفید رویان، امیر مؤمنان علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن مردم هوشیار و بیدار باشین، تقوا رو حفظ کنین و با تقوا همه آسیب ها و ضررها را از خودتان دور کنید. تقوایی که انسان را از همه درها می رهاند و به باب نجات و سعادت می رساند. الا فسونوها و تسونو بها. در خطبه اول بحث قرآنی با منظر اجتماعی، در ادامه شناسایی دوست و دشمن و راه‌های رسیدن به عزت و اقتدار اجتماعی را دنبال می‌کنیم. خطبه دوم در آستانه میلاد صدیقه طاهره زهرای مرضیه، کوثر الهی هستیم. فردا شنبه 19 ماه جمادی الثانی و یک شنبه 20 ماه جمادی الثانی مصادف است با ولادت اون مجلله مکرمه، تذکرات مختصری درباره ولادت بیبی خواهیم داشت. دو سه تا موضوع مهم مربوط به مسائل اجتماعی روز کشور و مردم و دولتمان هست که انشالله به اینها هم خواهیم پرداخت. اما بحث خطبه اول، در جلسه قبلی عرض کردم همون گونه که انسانها نامه عمل دارن،
از منظر جامعه شناسی و با استفاده از بعضی از آیات قرآن جامعه هم نامه عمل دارد. گاهی فرد نامه عملش زیباست، اما نامه عمل جامعه نامه عمل غیر زیباست. ما تلاش کنیم در کنار ساختن خودمان، در کنار تربیت شخص و فرد و خانواده تأثیرگذار باشیم، جامعه من را متحول کنیم. اون برکاتی که در جامعه مورد تأیید خداوند هست، اون برکات در یک خانواده و در یک فرد نصیب افراد نمی شود. مثلا امنیت یک مقوله ارزشمند است در زندگی. هفته‌های گذشته صحبت شد رفاه یک ارزش سازنده و عامل رشد و بالندگی و پیشرفت جامعه است. این با تلاش فردی اگر تبدیل به یک تلاش همگانی نشود اثر بخش نیست. لذا باید تلاش صورت بگیرد جامعه عمل به این دستورات الهی در سطح جامعه پوشانده شود. امروز خیلی کوتاه این بحث را دنبال میکنیم، چگونه میتوانیم یک جامعه ایدئال، یک جامعه سالم، یک جامعه با عزت، با رفاه، با آسایش به وجود بیاوریم. اگر به نسخه های قرآن توجه کنیم و اینها را به عنوان راهکار و با این دیدگاه که اینها را در زندگیمان پیاده کنیم، زود ما به یک چنین جامعه دسترسی خواهیم پیدا کرد. میدانین ما انسانها هممان، حتی غیر مسلمان ها، دنبال کمالیم، دنبال پیشرفتیم. مکتب میریم برای کمال است، تجارت میکنیم برای کمال است، ورزش میکنیم برای این که به کمال برسیم، کار میکنیم، سفر میکنیم. اون چیزی را که در زندگی ما دنبال میکنیم همه اینا برای رسیدن به کمالات است. و کمال و پیشرفت در گرو اجتماع اشخاص است. تا انسان یک ورزشکار بالاتر از خودش نبینه اصلا متوجه پیشرفت نمیشه. تا انسان یک محصول بالاتر از محصول تولید خودش نبینه، متوجه مشکلات و نواقص محصول و تولید خودش نمیشه. این یک قانون است. پس انسان طرفدار کمال و پیشرفت است. کمال در گرو اجتماع است. نکته اساسی این است که حقیقت اجتماع چیست؟ اون اجتماعی که باعث پیشرفت می شود، حقیقتش، رمزش در کجا نهفته است؟ بستگی دارد به محبت باطنی انسانها به اون انسانی که دارای کمال است. اگر یک انسانی، یک شخصی، یک جوانی به یک الگویی، به یک اسوه‌ای، به یک شخصیت قلباً تسلیم شد، قلباً باور پیدا کرد، چون او مرادش است، چون او محبوبش است، تلاش میکنه خودش به او سطح برسانه. این دلدادگی و این باورمندی و این کمالخواهی باعث میشود افراد جامعه
به اون سمت حرکت بکنه. چرا در اسلام خیلی سفارش شده حاکم جامعه باید عادل باشه؟ درسته، روحانی امام جماعت باید عادل باشه، اما روایت داریم نگاه کردن به چهره حاکم عادل عبادت است. چرا؟ چون وقتی حاکم عدالت میکنه مردم از عدالت او تبعیت میکنه، مردم عاشق عدالت او میشه، از مسیر عدالت او خانه فضای امن پیدا میکنه، قریه فضای امن پیدا میکنه، ولسوالی، ولایت، کشور. لذا روایات فراوان است، الناس علی دین ملوکهم. پدر خانواده وقتی به یک ویژگی های خودش را آراسته می کند، به نماز اول وقت، به راستگویی، به وعده عمل کردن، به مثلا محبت، افراد فرزندان به او نگاه می کنند، معلم، استاد، روحانی. لذا رشد و شکوفایی جامعه گره خورده به این باور پیدا کردن، به این کمال را در وجود دیگران دیدن. لازمه یک چنین جامعه همدلی است. ای آیه را من عرض بکنم خیلی معطل نشیم. و الف بین قلوبهم، خدا به پیغمبر فرمود ما به لطف و رحمت که نصیب تو و پیروانت کردیم بین دلها الفت، عزت و حکمت که ویژه ذات خدا است، این را به بندگان عطا می کنیم که محبت و الفت میانشان هست. و الف بین قلوبهم، لو انفقت ما فی الارض، اگر ثروت روی همه زمین را بین مردم تقسیم می کردی، ما الفت بین قلوبهم، نمی توانستی این ثروت را به مردم بدهی، اینها را اینقدر عاشق خودت کنی. ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. شما از این مسیر سراغ عزت برین، شما از این مسیر سراغ حکمت برین. جامعه ای که با این ویژگی ها خودش را عیار بکنه، این جامعه می شود جامعه شکست ناپذیر، جامعه سربلند. و الا اگر به ظاهر آدرس یک کشور داشته باشیم، تذکره یک کشور داشته باشیم، از یک خون، از یک قوم حرف بزنیم، همین کاری که متاسفانه خیلی ما از این آسیب دیدیم، از یک کشور تذکره داریم، از یک نژاد و قوم خودمان می دانیم، اما دلهامان به هم نزدیک نباشه. اگرچه ایره خداوند شاخصه شرک و کفر معرفی کرده، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، مردم فکر میکنن اینها یک گروه هستن اما دلهاشون پراکنده است. اگر ما این ویژگی را در زندگیمان دقت نکنیم، دلهامون به هم گره نخوره، اینجا عزت نصیب جامعه نخواهد شد، اینجا رفاه و آسایش نصیب جامعه نخواهد شد. برای رسیدن به عزت، رسیدن به رفاه، رسیدن به آرامش، ما باید نمونه های کمال را اونم در سطح کلان جامعه به مردم نشان بدیم. چقدر زیباست حاکم جامعه، مسئول بلند پایه و بلند رتبه ولایت و کشور،
با مردم رابطه حسنه داشته باشد، حرف دل مردم بشنود، حصارهای که مثل دژ و سپر برای محافظت از خودشان درست کردن. سالها این صحنه ها را ما شاهد بودیم. اینها مانع رسیدن مردم برای دادخواهی نشود، اینها باعث می شود مردم باور پیدا بکند، مردم اعتماد پیدا کند. اون حکومتی که هیچ وقت با ذلت مواجه نمی شود، با خاری مواجه نمی شود، حکومت بر دل هاست. همون تعبیری که در این آیه خداوند و پیغمبر به عنوان یک دستاورد کلان متذکر شدند. امیدواریم که شرایط جدیدی که در کشور ما پیش آمده وضعیت را به گونه مسئولین، مردم، دانشمندان، علما، فرهنگیان، دانشگاهیان تنظیم کنند، ترتیب کنند، مدیریت کنند تا این خواسته به ما برسد. دو تا تذکر در همین راستا عرض بکنم. یک، تصحیح عقیده است. ما باید تلاش کنیم برای رسیدن به چنین جامعه فکر صحیح، باور صحیح به مردم القا کنیم. از افکار و از باورهای غلط و خلاف قرآن، خلاف پیامبر، از اینها باید بپرهیزیم. باورهایی که هرچه در رسیدن به اهداف به اون باور غلط سرمایه گذاری شود، مثل بحث انتحار، مثل بحث انفجار، این مسائل که با خرد و عقل و دانش و اعتقاد به بهشت که جز با سعی و با تلاش و با عمل به دستورات دین نصیب آدم نمیشه، اینها را باید از ذهن مردم بکشیم. نکته دومی که لازم است برای رسیدن به این مقوله و این مفهوم تلاش بکنیم، در کنار اون باور صحیح، عمل صالح است، تلاش است. و الا اگر در این مسیر تلاش صورت نگیرد، رسیدن به عزت، رسیدن به رفاه، رسیدن به اقتصاد، به استقلال، اینها خیال است. ما همیشه گرفتار احتیاج، به تعبیر معروف که خداوند در قرآن اشاره کرده، ضربت علیه مزلت و المسکنه. اگر ما از این مسیرها حرکت نکنیم، همیشه گرفتار ذلتیم، همیشه گرفتار خاری هستیم. خیلی وقت خطبه اول نگیرم. در فتح مکه همه عزیزان می دانند ابو سفیان متحیرانه، خیلی براش جالب بود، در این حال شگفت انگیز بود، باور کردنی نبود. چطوری پیغمبر با او وضعیتی که از مکه بیرون شده بود، شبانه 40 نفر خواستن او را از بین ببرن، آقا امیرالمومنین در بستر پیغمبر خوابید. بگذاریم اون از ماجرا. ابو سفیان گفت لیت شعری، کاش میفهمیدم به مازا غلبنی. به پیغمبر گفت با چه وسیله، با کدام امکانات این طوری بر ما غلبه پیدا کردی؟ پیغمبر با آرامش دست مبارک به شانه نحس ابو سفیان گذاشت، فرمود بالله غلبتک، من با نیروی الهی بر شما غلبه کردم. نیروی الهی تانک نیست، هواپیماهای پیشرفته نیست، باور کنین اونها لازمه. و اعد لهم ما استطعتم من قوه، باید امکانات روزه داشته باشیم، اسبهای خوب، وسایط نقلیه، وسایط زرهی، تجهیزات، همه اینا لازمه. اما همه بدانن از همه اینا بالاتر همدلیه، هدف مشترک.
ناموس این مملکت، اقتصاد این مملکت، امنیت این مملکت باید هدف همه باشد. اینها راه‌های رسیدنه. او تعجب میکرد با چی وسیله پیغمبر اینقدر عزیز شده. پیغمبر فرمود بالله، خدا عزیز است، راه‌های عزت به ما یاد داده. امیدواریم با دقت بیشتر به راهکارهای اجتماعی قرآن و روش‌های ارزشمند و جهانی پیامبر بزرگوار اسلام، اهل بیت طاهرینش، اصحاب کرامش، بتوانیم گام‌های بلند و انشالله همه جانبه را در راستای رسیدن به یک زندگی با عزت و رفاه و مستقل و آبرومندانه برای خودمان و نسل‌های آیندهمان برداریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صل على محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علی امیر المؤمنین، وعلى الصدیقة الطاهرة، وعلى الحسن والحسین، وعلی ابن الحسین، و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. میلاد زهرای مرضیه، دخت نبوت، کفو ولایت، مام امامت را به محضر طاووس بهشتیان همه ارادتمندان با آستانه بی بی شما عزیزان پیشاپیش تبریک عرض میکنم. دو سه تا موضوع را در رابطه با مسائل روز کشور و مردم من مطرح میکنم. انشالله فرازهایی از شخصیتی بی بی را مطرح خواهیم کرد. خبری را که در هفته گذشته شنیدین، بحث فعال شدن مدارس دخترانه در آغاز سال 1401 در رسانه ها منتشر شد و خبر خوش بود. البته انتظارم همین بود و این کار باید زودترم صورت می گرفت. حتما مشکلاتی بوده، موانعی بوده، چون عقیده ما مسلمان ها این است که طلب علم فریضه است، واجب است بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان. این مشکل انشالله قابل حل هست. معاذیری رم که گفته شده انشالله اینها برطرف شود. ما همیشه یادآور شدیم، الانم عرض میکنیم، لازمه زندگی جهانی، لازمه روابط بین المللی توجه کردن به نیازهای کلان جامعه است، نیاز به وسایل ارتباط با دنیاست. ما نمیشه اون چرا که خرد و عقل
جهانی به او بها میدهد به او توجه نکنیم. خبر خوشی بود و انشالله که ما شاهد برنامه های بهتر باشیم. اگر بحث تفکیک کلاس ها، تفکیک مراکز آموزشی خانم ها خواهرها از آقایان و برادران مطرح است، باید با دقت برنامه ریزی شود. همون مقداری که به نیازهای مردان و پسرانمان توجه می شود، بیشتر از اون به خواهرها توجه شود. ما در سالهایی که حکومت قبلی در این کشور حکومت می کرد، گاهی به دانشگاه ها برای صحبت می رفتیم و بعضی از کورس ها می رفتیم. بعضی از مسئولین کورس ها و آموزشگاه ها که با ما در ارتباط بود نصیحت می کردیم، طرح می دادیم، می گفتیم که باید فضای آموزشی دختران و برادران مخصوصا در سنین بالا اینها از امنیت برخوردار باشند. این مخالف نداره، اما بیتوجهی اینه که زن تحصیل نکنه، زن پیشرفت نکنه، زن حق اعلان عقیده و اظهار رأی و طرح و پلان نداشته باشه، اینها قابل قبول نیست. ما تاریخ اسلام که بخوانیم، خود خدیجه سلام الله علیها در چه حدی در صحنه ها حضور داشت. دخترای پیامبر، همسران پیامبر، نمیشه ما به این حقایق توجه نکنیم. خوشحالیم و امیدواریم که این مسائل به شکل کلی حل بشه. البته در بعضی ولایات مشکل پیش نیامد، از همون آغاز هم مخصوصا دانشگاه های خصوصی، بعضی مکاتب خصوصی اکثرا در بعضی ولایات درس ها ادامه داشت، اما تعداد زیادی از ولایات ما خواهرای ما واقعا در این چند ماه سختی کشیدن و ناامید شدن. امیدواریم که با محبت و انشالله با یک برنامه بهتر و همه جانبه این ناامیدی ها و این دلتنگی ها جبران شود. مسئله دومی را که هم استقبال کردم و هم از باب نصیحت به همه کسانی که این حرفا را انشالله میشنوند وظیفه میدانم منتقل کنم، پیشنهادی بود که از طرف کشور همسایه ما پاکستانی ها پیشنهاد شد به مسئولین امارت اسلامی که ما به افغانستان نیروی انسانی در بخشای مختلف، بخش بانکداری، بخش طبابت و بخشای مدیریتی منتقل میکنیم. البته ما همیشه حرفمان همین است، روابط انسانی، روابط دو جانبه با رعایت فرم ها و نرم های دولتی و جهانی قابل ستایش است و لازم هم هست. اقلیم کشورها فرق میکنه، استعدادها فرق میکنه، نیازها فرق میکنه. بعضی جاها تولید بعضی از محصولات وفور داره، در بعضی جاهای دیگه کم است. بعضی از سرمایه های زمین در بعضی از کشورها فراوان است، در جای دیگه کم است. این داد و ستدها اشکال نداره، اما با انگیزه حاکمیت، با انگیزه کنترل، با انگیزه استبداد، این انگیزه انگیزه بدی است و اونی که باعث امیدواری بود و به نظر من حرف ارزشمندی بود که امارت اسلامی جواب دادن، گفتن ما نیاز نداریم به این اعزام نیرو، و باید هم جواب همین می بود. لازم نیست امروز نیروهای متخصص ما کشور رها کنن، اونایی که سالها کار بانکداری کردن،
اونایی که سالها ثروت کشور را هزینه کردن، اینا طبیب شدن، پزشک شدن، دانشگاه خواندن، اینا دکتر شدن، اینا کشور را رها کنن برن در آبهای دریای ایژه نابود شوند، اجسادشان نامعلوم باشه، دیگرا بیاین در این کشور، ای عاقلانه نیست. ای کشور مادر همه است. پیشنهاد میکنیم زمینه برگشت همه را فراهم کنند. ما با کشورهای همسایه احترام قائلیم و اونها هم به ما احترام باید داشته باشند. تنها چشمشان به منابع ما نباشن، منابع مهم ما نیروی انسانی ماست. الحمدلله نیروی انسانی جوان مستعد با تلاش پرکار در این کشور فراوان است. هم مردم را دعوت میکنیم به ارتباط بزرگ و جهانی و هم از این مواضع خردمندانه و مسئولانه که ابراز شده حمایت میکنیم و منتظر برنامه های بهتر و عمیقتر از این در قبال همه درخواست ها از مسئولین امارت اسلامی و حاکمیت هستیم و یقیناً با تضارب افکار و با صحبت و رایزنی ها می توانیم به بهتر از اینها دسترسی پیدا کنیم، چون طرح و گفتن یک حرف مهم و اساسی باعث تحول است. نکته آخری را که عرض کنم و مربوط میشه به مسائل اجتماعی کشورمان، قضایا را هر کس از یک منظری دنبال میکنه، شرایط نماز جمعه ایجاب میکنه، آدم اون نکات را که لازم است مطرح بکنه با اونا بیندیشه. میدانین همین روزایی که پشت سر گذاشتیم، سالگشت ریاست جمهوری آقای جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، رئیس جمهور فعلی آمریکا بود. خب یکی از برنامه های آقای بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، این بود که بدون وقفه و بدون خلاصه تحمل نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کشید. حالا با اینا کار ندارم، خیلی با اون نقد شد، خیلی اعتراض شد که این خلاصه مشکلات پیش آمد. و اون حرفی که من لازم دانستم اینجا مطرح کنم، او در سخنرانی و در اون گفتمان که داشت به منتقدینش گفت که آیا شما فکر میکنین افغانستان یک کشوری است که مستعد به اتحاد است؟ یعنی گفت که از نظر ما افغانستان یک کشوری است که هیچ وقت متحد نمیشه. حتی گفت اگر شما یک کسی نظرتان ایه که افغانستان کشوری است که متحد میشه، دستتان رو بالا کنید. گفت به همین دلیلم افغانستان قبرستان خلاصه امپراتوری هاست. من نه الان، خیلی شما از عزیزان شاهدین در حاکمیت قبلی از همین تریبون، حالا صدای ما پخش نمیشه متاسفانه، اینجا یک زمانی ده ها رسانه تلویزیون شخصی بود. من با تلویزیون ها پیشنهاد میکردم بیا این صحبت های ای نماز جمعه، نه همه نماز های جمعه را پخش کنین. همون زمانم با حضور امریکایی ها و خارجی ها مخالف بودیم، هر هفته حرف داشتیم. اما الان این راحت مطرح میکنم، همون زمانم مخالف بودیم با این اختلافی که بین امارت فعلی که اون زمان در بیرون شهرها بود و حکومتی که اینجا بود. الان هم حرف من اینه، خیلی برای جهان اسلام مخصوصا برای افغانستان ذلت است که یک غیر مسلمان بیاید در کشورش بگه من در هفته چند میلیارد پول خرج کردم در افغانستان نتیجه نداد. این کشور استعداد اتحاد نداره، این کشور استعداد ملی شدن نداره. این خیلی زشته. چرا ما اینقدر به جان هم دیگه افتاده باشیم؟ آیا پول فقط عزت میاره؟ ما پول نداریم، ما ثروت نداریم،
این همه معدنی که در کشور ما هست، این همه منابعی که هست، این همه زمینی که هست. من شخصا وقتی به اطرافم نگاه کنم، اگر امنیت همه جانبه باشه، هر کسی میتواند به اندازه ده ها انسان بتواند تولید بکنه در این کشور. بیاییم این قضیه را جدی بگیریم. ما راه های وحدت را باید پیدا بکنیم، نتایج وحدت را باید توجه داشته باشیم. راه های وحدت، اهداف وحدت فراوان است، زمینه های وحدت فراوان است. یکی از اهداف و زمینه های وحدت معرفی هدف مشترک است. بیاییم یک هدف مشترک برای مردم ما تعریف کنیم. کاری به این نداشته باشیم آقا از کدام خونی، از کدام نژادی، از کدام ولایتی، از کدام سمتی. ما یک کشوریم، یک مجموعه هستیم، یک هدف مشترک. افغانستان اسلامی مستقل، روابط حسنه با دنیا، اقتصاد سالم، امنیت سالم، نظام سالم، ادارات سالم. یک هدف مشترک برای همه کشور، برای همه مردم تعریف بکنیم. امروز دنیا دهکده است، افغانستان جزء یک دهکده است. راه های رسیدن به این هدف به مردم یاد بدیم. با انفجار و انتحار و مکتب تخریب کردن و تهدید اینطوری که مردم به جایی نمی رسن. راهنمایی خط مشی مشترک. ما با اسم داعش نباید بالاخره شهر و کشور و منطقه را رها بکنیم. تعلیم جزئیات مبارزه با عوامل خطر، اینها را باید به مردم یاد بدیم. چقدر نیرو باشه که امنیت همه ما را فراهم بکنه، اما اگه همدلی باشه، آهاد مردم میشن پلیس امنیت. گاهی یک انسان یک محل را تامین امنیت میکنه به شکل دلسوزانه. پیروی از راهنمایی ها و دستورات یک رهبر دلسوز عادل محور همه حرکت های اجتماعی و اشکال نداره. او رهبر را می توانیم با انتخابات، می توانیم با نگاه کردن به سبک اداره کشور بپذیریم. چاره ای جز این نخواهیم داشت. اگر این اهداف را ما دنبال بکنیم، به او وحدت برسیم، اولین دستاورد وحدت عزت ملی است. دیگه نه پاسپورت ما با پاسپورت های کشورهای دیگه فرق میکنه، نه مسافرین ما، نه نامه ها و مکتوبات ما که امروز متاسفانه این طوری است. نتیجه دیگرش اقتدار ملی است. نتیجه بعدیش امنیت ملی است. نتیجه بعدیش اگر نگوییم حاکمیت بر دنیا، حاکمیت بر تمام نقاط کشور و قبول کردن همسایه ها ما را به عنوان یک حاکمیت سالم و حاکمیت موازی با خودشان خواهد بود. اینها راههایی است که باید ما جستجو کنیم تا اون که عزت من را در کمک ها و مساعدت های نقدی یا قرضی کشورها بدانیم. در آستانه میلاد زهرای مرضیه قرار داریم. تاریخ زن در تاریخ بشر در دنیا خیلی شاهد تحقیر بوده، شاهد مظلومیت زن بوده، شاهد بی‌توجهی به زن بوده. هم تاریخ نقل میکنه، هم قرآن به صراحت بحث را مطرح کرده. وقتی خبری به دنیا آمدن دختر داده میشد، زل وجهه مسودن و هو کظیم، صورت پدر از ناراحتی سیاه میشد، با خودش
دو دل می شد که آیا این دختر را با خاری و ذلت نگهداری کنم، هم یدسته فی التراب، یا او را من دفن خاک بکنم. اما ولادت زهرای مرضیه تمام این تحقیرها را جبران کرد، تمام این بی‌توجهی ها را جبران کرد، آبروی زن را چنان بالا برد، هویت عظیمی را برای زن به منصه ظهور گذاشت که همه تحقیرها را جبران کرد. بر همین اساس امام صادق علیه السلام وقتی این جمله را به دقت عزیزان گوش بدن، ازش سوال شد حی علی خیر العمل، که در اذان و در اقامه مسلمان ها میگویند، سوال شد از حضرت حی علی خیر العمل، بشتابین به سوی بهترین عمل چیست؟ فرمود محبت زهرا و بچه های زهرا. کسانی که دقت کنند در همه نمازها همه مسلمان ها همدیگر را به محبت زهرا و محبت فرزندان زهرا دعوت میکنند. این تعارف نیست، فقط یک قضیه تعبدی و اعتقادی نیست. دنیا برای رسیدن به اون زندگی که بستر رشد باشد، باید سبک و سیاق زندگی زهرا و بچه های زهرا را دنبال کنند. اون آخرین فرزند فاطمه که می آید، دنیا را به یک حرکت همگانی بر اساس منافع همه، رشد همه دعوت می کند، از همین دامن و از همین منبع تربیت شده، المهدی من ولد فاطمه. امیدواریم که ولادت بی بی مثل مناسبت های مظلومیتش انشاءالله مورد توجه و انشاءالله عنایت همه مساجد، مراکز، انجمنها قرار بگیره. بیست همین ماه که پس فردا است، در سال پنجم بعثت بی بی متولد شد. من وقت عزیزان نگیرم، اونی که مهم است نحوه به دنیا آمدن بی بی است. در منابع مختلف آمده، علمای اسلام همه نقل کردن، در منا جبرئیل امین به پیغمبر نازل شد. دوستانی که مکه تشریف بردن مشعر و منا و مزدلفه رو زیارت کردن، جبرئیل در سرزمین منا بین اون مرکز نور به پیامبر نازل شد، سلام کرد، خبری را به پیغمبر داد: یا رسول الله، دستور خدا از 40 شبانه روز از خدیجه فاصله بگیری. برای پیامبر خیلی سخت بود 40 شبانه روز فاصله از خدیجه‌ای که اون همه لطف و عنایت به پیغمبر داشت. اما پیغمبر به دستور خدا سر گذاشت، روزها روزه می گرفت، شبها افطار می کرد. شب 40 فرا رسید، اونی که قدر متیقن است افطاریه پیامبر، غذای پیامبر توسط جبرئیل از بهشت آورده شد. جبرئیل به پیغمبر فرمود که یا رسول الله، این برنامه که 40 شبانه روز از خدیجه فاصله بگیری مقدمه است برای دادن یک هدیه ویژه به شما، یک تحفه مخصوص به شما. پیغمبر از جبرئیل سوال کرد او تحفه چیه؟ جبرئیل اظهار بی اطلاعی کرد، گفت نمیدانم. وقتی غذا صرف شد و افطار صورت گرفت، دستور آمد بر رسول الله که شما بروین خدمت خدیجه سلام الله علیها. پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید من به دستور خداوند رفتم خانه، 40 روز از خدیجه منتظر است. این فاصله و این روزه‌ای که پیامبر گرفته و این شبهایی که پیامبر به عبادت پرداخته، پیامبر با اون عظمت را به یک مرحله دیگری و به یک شرایط دیگری قرار داده. نطفه زهرا در اون شب منعقد شد که در زیارت نامه بی بی وقتی می خوانیم به این نکته اشاره شده: و صل علی البتول الطاهره
فاطمه بنت رسولک و بزعت لحمه و سمیم قلبه تا اونجا میرسه که و تحفت خصصت بها وصیه، و تحفه که مخصوص پیامبر است و او تحفه که خدا فرمود اگر علی را خلق نمی کردم هم ترازوی فاطمه پیدا نمی شد. پیشا پیش این ولادت را که نامگذاری شده به روز مادر به احترام این مادر خلقت، این مادر هستی، بر اساس حدیث لولاک این روز را گرامی می داریم. امیدواریم که همه من سبک و سیاق و راه و روش زهرای مرضیه سلام الله علیها را در زندگی من پیاده کنیم و دنبال بکنیم اون هدفمندی، اون ادب و اون ایثار و فداکاری که بیبی داشتن، همه اینها مورد توجه خانواده ها و افراد جامعه من باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.